بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز چهارشنبه است، 12 اکتبر سال 2016 میلادی و برابر است با 21 مهر ماه 1395. اجازه بدید همین اول برنامه از دوست و همشهری عزیزمون آقای حسن خزائی تشکر کنم که طبق معمول ماهیانه حمایت میکنن و ما منتظر بودیم که ایشون اون برنامه خبر خودشون رو به اصطلاح شروع کنن که روزانه یا روزایی که ما برنامه داریم چند دقیقه تماس بگیرن، حالا یا با ویدیو یا با فقط تلفن، و به اصطلاح اخبار روز رو برای شما بازگو کنن. ولی گرفتاری های برایشون پیش آمده بوده اینها، که البته حالا جای خوشحالی داره که گرفتاری ها حل شده. هفته پیش با ایشون صحبت کردم و گفت که به زودی زود با شما بینندگان خواهند بود. آقای حسن خزائی گاهی وقتا از فلوریدا، گاهی وقتا از کالیفرنیا، یعنی اینشون شهرون شعاره بود، میگو نه شرقی نه غربی، ایشون هم شرقیه هم غربیه. خب ما از جمعه که رفتیم دیگه برنامه نداشتیم، دوشنبه اینجا تعطیل بود، روز کلمبوس بود و ما هم برنامه نداشتیم، ولی اتفاقات زیادی افتاده مخصوصا در انتخابات آمریکا. آقای ترامپ که تقریبا میشه گفت دوشا دوش درست در کنار خانم هیلری کلینتون پیش میرفت از لحاظ تعداد آراء مردم، روزانه نظر میگیرن، مثلا سرشماری میکنن اینها، نه سرشماری، رأی میگیرن از مردم، اونجا بهش میگن پول. ولی ناگهان یک نواری از ایشون آمد بیرون که عجیبم نبود، چون این مرد اینقدر پلید و کثیفه که از این نوارا زیاد داره. حالا خودش هم از ترسش تهدید کرده که اگر این نوارای من بیشتر به اصطلاح بیاد بیرون و بیشتر افشا بشه، من هم چنین خواهم کرد و چنان خواهم کرد. باید ببینیم که این میشه گفت واقعا بحث برانگیزترین و کثیف‌ترین انتخابات آمریکاست که تا حالا انجام شده و یک روز کمتر از 4 هفته، یعنی 4 هفته دیگه سه شنبه به جای چهارشنبه انتخابات انجام میشه 8 نوامبر، و ببینیم که چه خواهد شد. از آقای حسن خزائی تشکر کردم و بهشون هم تبریک میگم که اون مشکلشون حل شد. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوندلو هستیم. من بارها به این دوستان گفتم آقا این که شما میان میگید آقا دوستان را هم دعوت کنید و اینها، اینجوری کار نمیکنه. دلیلش هم بهتون میگم، من تازه برای دعوت کردن دوستان توی برنامه خودم مشکلات کافی دارم، برنامه من با برنامه اونها ردیف باشه اونها. حالا شما یه چیزی میگی و میری، من باید با این دوستان هی تماس بگیرم، بعد وقتی اونها گفتن بله تازه با شما تماس بگیرم، شما میگی نه. بهتره اگر خودتون مایل هستید تماس بگیرید، اگر نه هم که همین برنامه خودتون رو داشته باشید، خیلی خوب و شیک و راحت. امروز ساعت 3 بعد از ظهر آقای یزدان خداوندی رو با شما خواهم بود. نمیدونم تو ایران که ساعت عوض شده، مثل که اول مهر عوض میشه، توی اروپا، آلمان کل عوض شده یا نه، ولی در هر صورت چون من و تلویزیون مردم در آمریکا هستیم، پایگاه ما آمریکاست. کجا؟ همین بغل کاخ سفید، و ما بر اساس ساعت اینجا برنامه میذاریم با دوستان. 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک، واشنگتن، 12 ظهر به وقت کالیفرنیا با ایشون خواهیم بود، ساعت 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینویی خواهیم بود، و آقای حسن ارشادم یه ویدیویی رو فرستادن که این ایامی که خودشون نمیتونن اینجا باشن، به اصطلاح برنامه داشته باشن به خاطر ایام ما محرم و اینها، این ویدیو رو پخش کردیم که قبل از برنامه من پخش شد و به ترتیب هم پخش میشه تا احتمالاً جمعه اگر ایشون بیاد، حالا
اگرم نه که هر وقت بیان، ما میگیم همیشه دوستان اینجوری هم، وقتی آمدن میگیم خوش آمدید، وقتی رفتن میگیم با امید دیدار، دوباره وقتی آمدن میگیم خوش آمدید. ایشون 100 تا یعنی 99 تا برنامه اجرا کرده، این یکی هم که دارم باز پخش میکنم 100مین برنامه است، نزدیک به 200. ولی یه خبر جالب براتون بگم، یکی از دوستان بهایی که توی رادیو تلویزیون‌های مختلف هم برنامه داشته و سازمانی داره و سالیانه به اصطلاح نشست‌های انجام میدن و اینها، یعنی جمعه دیر وقت میان واشنگتن و احتمالاً شنبه، یک شنبه، دو شنبه، یه 6-7 روز اینجا هستن. ما سعی میکنیم تا اونجایی که بتونیم از وجود ایشون در این منطقه استفاده کنیم و برنامه‌هایی حالا یا به صورت زنده یا به صورت ضبط کنیم برای شما پخش کنیم داشته باشیم. این را هم به عنوان مهمان سورپرایز، سورپرایز رو دوستان گفتن به ایرانی برای که یک کلمه هم باشه بگیم مژده. این هم یه مژده‌ای که بعداً شما متوجه میشید کی هست و کی نیست. و اما آقای دکتر کاظم افشارها قرار هست که جمعه ساعت 3 بعد از ظهر وقت نیویورک واشنگتن با ما باشن. از خانم شایسته الهامی تشکر میکنم. اون روز تو برنامه من پرسیدم این شوفاژ نمیدونم ماجرا کلمه فرانسوی کجاییه، ایشون چون فرانسه میدونن گفتن که بله شوفاژ کلمه فرانسوی است. و آقای دکتر نصر احمدی یک مقاله یه بار نوشته بود اینها، برای اینایی که میخوان سلام رو بکنن، درود رو بکنن، ورود رو بکنن، خروج نمیدونم عکس رو بکنن، فرتور رو بکنن، باتور، از این چیزا، گفته بود خیلی زور نزنید، 7000 یا 10000 کلمه فقط فرانسوی داخل فارسی هست، چند کلمه نمیدونم چند تا کلمه روسی و لاتین و اینها هست، جای خود داره و بماند. من شخصا فکر میکنم که زبان باید به اصطلاح وسیله ارتباط باشه، نه وسیله چی میگن شاخشونه کشیدن به همدیگه و اینها. داشتم اتفاقا به یه دوستی صحبت میکردم اون دفعه، گفتم خب حالا دیگه خدا حافظ، گفت نه آقا حرف خدا رو نزن. گفتم بابا این خدا حافظ که ما میگیم والا نه، معنی اون که به اینه که خدا حالا بیاد حافظ نباشه. خدا چیزی رو که خودش درست کرده نمیتونه حفاظت کنه. این دنیا رو اگه قبول داشته باشی خدا درست کرده نمیتونه ازش حفاظت کنه. بشری رو که ساخته گفته دیگه این احسن الخالقینه، که ما نمیدونیم کی اونجا بوده از ایشون شنیده احسن الخالقینه، خدا هم عربی حرف زده، نمیتونه. چپ و راست دارن کشته میشن، دارن همدیگر میکشن، در اصل این هم از این ماجرا. و اما یادتونه که من گفتم که ما یه دوستی داشتیم و ایشون به همراه مادر گرامیش تلویزیون مردم رو ماهیانه کمک میکردن. یه مدت خیلی اصرار کردن که بیا یه نهاری با ما بخور. گفتیم باشه. یه چند بارم لطف کرد، هر وقت دوستای دیگه مهمونش بودن به من زنگ زد و اینها. من متاسفانه کار داشتم نتونستم برم، تا اینکه ما بالاخره یه فرصتی پیش آمد و یک بار رفتیم اونجا. خوراکی هم به خوبی درست کرده بود که من هم خوردم هم آوردم. بعدم یک استکان خیلی قشنگی داخلش چای یا مشروب ریختن، گفتم این چقدر قشنگی مثل استکانای ایرانه، گفت اینم بردار برو. گفتم اوکی. از اون روزی که ما اومدیم دیگه حمایت ایشون قطع شد. گفتم ای داد بیداد، ما چیکار کردیم؟ زیاد خوردیم، استکانو بردیم، اینجوری شده. خب خودتون گفتید اینها. گذشت و رفت، تا هفته پیش ایشون تماس گرفت، پیغام گذاشت و من هم تماس گرفتم و گفتم که آقا چه حال، چه خبر و اینها. معلوم شد یه مدتی گرفتاری های به اصطلاح زیادی داشته و دیگه ما را از یاد برده. من بهتون گفتم تلویزیون آخرین چیزیه که مردم بهش توجه میکنن، چون کارهای مهمتر هست، مدرسه، دکتر، نمیدونم هر چی شما بگی. آخرش وقتی بیکار شدن دیگه حالا نمیدونن چه کار کنن، میان میشنن تلویزیون نگاه. در هر صورت ایشون لطف کرد و گفت آدرس تو بفرست. گفتیم که بفرمان. اینم آدرس، چون دفعه قبل اصلا کریدیت کارتشون رو داده بودن به من، ولی من تا زنگ نزنه کسی کم نمون، کریدیت کارتشون رو داده بودن ما کم میکردیم اینها، که هیچ وقت احتیاج به آدرس بنده نداشتن. تا اینکه بنده دیروز آمدم، دیروز هم میدونید بعد از چی، اولین روز هفته بوده، و دیدیم که یک بسته از پستخونه آمده و
هنوز میگیم پستخونه، پست آفیس آمده و با خوشحالی بازش کردیم و دیدیم که یک دونه خودکلون مونت بلانک یا این کلمه مونت هم مثل کونت مونت کریستو اینا اینجوریه، نمیدونم در اصلا میدونید اینا خیلی معروفه، هم عطر خودکلونشون هم خودکار و خودنویسشون. در صورت اینو که باز کردم گفتم اه حالا که مشکل ما دیگه زیادتر شد، نکنه ما بدبو هستیم که ایشون برامون خودکلون فرستاده. نه، بعضی وقتا دوستان میرن یه جایی یه چیزی میخرن برای خودشون، یادشون به دوستش هم هست، برای دوستش هم میخره. من اینجا هم از این دوستم تشکر میکنم، هم از مادر ایشون که سالهای سال هست من این خانواده رو میشناسم و امیدوارم سالهای سال هم باقی بمونن و ما هم دوستان خوبی مثل اینها رو داشته باشیم و به اصطلاح قدرشون رو هم بدونیم. و اما این ماجرای تاسوعا و عاشورا و برخوردشون با مسابقات فوتبال و اینها جالبه. حالا جالبتر اینه که من هیچ کدومشون دنبال نمی کنم. از این فیلمایی که میاد که توی سوئد نمیدونم سینه زنی کردن، توی نیویورک سینه زنی کردن، یا توی فوتبال اونجا استادیوم رو تبدیل کردن به عاشورا و اینها، و میگم خب الحمدلله اینا چیزایی نیست که مورد علاقه من باشه و من وقتم رو بذارم نگاه کنم، چون وقتی مورد علاقتون باشه نگاه کنید بعضی وقتا بیشتر عصبانی میشید که چرا اینجوری. ولی خب دوستان لطف میکنن، مثلا فوتبال ایران و کره نوشتن فوتبال ایران و کره دو، حالا نمیدونم منظورشون چیه. آها، از همین مراسم بذارید ببینیم، امیدواری ما این چیز اذیتمون نکنه. یوتیوب یقمونو گرفت، یه مش نامه نوشتیم. اصلا ویدیویی رو که اینا میگن اون ویدیو مال من نیست، نگذاشتم، نمیدونم یوتیوب هم اشتباه کرده یقه منو گرفته یا در هر صورت. حالا امیدواریم که اینجوری نباشه. بذارید ما این صدا رو هم بیاریم این نزدیک، برای دوستان فیسبوکی هم صدا بذاریم. اجازه بدین وقتی یه روز برنامه نداری اینقدر تنبل میشی همه زندگیت میرزه به هم، بعد باید همه چیز رو دوباره ردیف کنی. البته نه، آمدن اینجا رو تمیز کردن و تمیز حسابی، یعنی داستین گردگیری هم کردن اینها. خیلی خب، خب دوستان فیسبوکی لطف کنید ما رو رو صفحتون شیر کنید برای دوستان دیگر. و اما این هم از مسابقه فوتبال در ایران. دوستان ببینید، من به این دوستان گفتم که ما ملت بدبختی هستیم. اون موقع شاه با چهارم آبان و نهم آبان و اینها مردم رو میکشید اونجا، حالا اینها با این برنامه‌های فوتبال و عزاداری و اینها، در هر صورت مردم جایی میرن که میل و علاقه شون نیست، ولی بالاخره میرن دیگه، میرن که رفته باشن. بفرمایید. کفنمون بدیم، خواهشم اینه که همه با هم السلام. دوستان میبینید این زمین فوتبال احتمالاً همون آریامهره که الان شده آزادی، ولی خبری از آزادی تو این نیست. اگر آزادی بود خانم ها اونجا بودن، اگر آزادی بود مسابقه فوتبال چی کار و عزاداری داره؟ آقا اونی که میخواد بره عزاداری بره تو مسجد عزاداری کنه، اونی که میخواد بره فوتبال بره تو فوتبال. در صورت اینه ماجرای دیکتاتورشیپ وقتی باشه و حکومت دیکتاتوری اینجوریه. بفرمایید. شما دنبال این ماجرا رو میدونید و کجا میره، ولی جالبه این همون آقایی نیست که نوارم پر کرده بود، صداش همه جا بود، فوشای رکیک، جوکای خیلی بد میگفتن و به اصطلاح با دوستانشون خوش میگذروندن و اینها، چقدر الان درآمدشون میگن خوبه. اینم از این. بفرما. نمیدونم حالا این مجلس فوتبال چند جا. ببینید دوستان وقتی میگم با تلفنتون افقی لطفاً
ویدیو بگیرید اینه، عمودی که میگیرید دو طرف صفحه سیاه میشه. بفرما، اینم یه گردن کلفت دیگه گوش بدید. دیگه خود شما این ویدیوها رو احتمالاً روی فیسبوک و روی صفحات دیگه میبینید. آقای یزدان خداوندلو برای من نوشته بود امروز من دو تا ویدیو میفرستم یا یه ویدیو میفرستم که پخش کنید. ایشون نمیدونه ما این ویدیو رو تو برنامه اگه پخش کنیم با خطر این روبرو میشید که وقت برنامه خودتون رو ممکنه اصلا از روی یوتیوب بردارن، و بهترین کار اینه که لینک اون ویدیو رو زیر فیسبوک بذاریم برای دوستان. ضمن اینکه شما برنامه خودت اجرا میکنی بهشون بگی که یک ویدیوی هم هست درباره این و آن و لینکش هم این پایین هست. اینجوری دیگه لازم نیست شما دو سه دقیقه هم وقت برنامه خودتون رو برای اون ویدیوها تلف کنید. و اما رادیو فردا یک خبری نوشته بود درباره آمادگی مرسدس بنز برای اینکه دوباره با ایران به اصطلاح معامله کنند، ولی از این خبر مهمتر اینه که اگه اشتباه نکنم هفته پیش بود یه هیئتی یا رفته بودن ایران و یه هیئتی از ایران رفته بود آلمان و اینها میخواستن قرارداد ببندن، بعد یکی از این خبرنگارا به اون گروه آلمانی گفته بود که بابا این ایران که از لحاظ حقوق بشر وضعش خیلی خرابه، شما چرا با اینا کار میکنید، چرا با اینا معامله میکنید؟ اون طرف پاسخ داده بود خب همه دنیا هم با چینا و کشور عربستان و سعودی و اینها معامله میکنن. یعنی چی دوستان؟ یعنی حرف اول رو پول میزنه. آمادگی مرسدس بنز برای افزایش فعالیت در ایران، میگن که شاید این آقا که عکسش رو دیدید سیبیلوه اسمش هست دیترزچه مدیر عامل دایمر مال مرسدس بنز، اسم کمپانی اصلیش چیز دیگه است، در نمایشگاه خودرو پاریس میگه برای میگه که پس از رونمایی خودروهای مرسدس بنز در روز اول نمایشگاه پاریس در غرفه بنز در مورد برنامه بنز برای ایران به رادیو فردا گفت در ابتدا ما درباره محصولات تجاری در قرارداد صحبت کردیم که بدون شک جزئیات آن را در اختیار شما قرار میدهیم. الان نمیتوانیم با جزئیات درباره آن صحبت کنیم، یعنی فعلا ولش کنید نمیگیم، وقتی هم میگن قرار خواهیم داد یعنی برو آقا خبری نیست، بعدن در آن باره صحبت میکنیم. وی افزود بحث های متعدد و مذاکراتی جدی صورت گرفت و ما مذاکرات جدی را برای تمام فعالیت ها همچون اتوبوس ها کامیون ها با طرف های ایرانی واجد شرای آغاز کردیم که برخی از آنها متحدان سابق ما در ایران هستند. در مورد برخی از آنها هم هیچی، یعنی پول که میاد آقا اینا اصلا یا خانم همه چیز رو فدا میکنن، قربانی میکنن و میرن دنبال پولی بیشتر. و اما خانم شایسته الهامی نوشتند که دوستان سلام، این مطلب در روز 15 اکتبر در نشریه پیوند مونتریال چاپ خواهد شد، لطفاً اگر انتقادی دارید بنویسید تا در نوشته های بعدی تصحیح کنم، با تشکر از شما. بسیار کار جالبی ایشون انجام میده، چون لطف میکنن یه نسخهشو برای ما میفرستن، ما هم لطف ایشون رو پاسخ میدیم با اینکه یه قسمت اولش رو یا پاراگراف اولش رو یا به قول ایرانی ها قطعه اولش رو بخونیم تا شما دوستان بدونید که این ماجرا به اصطلاح نوشته درباره چی. اولا 10/10/2016 یعنی 10 اکتبر 2016 خانم شایسته الهامی از کانادا نوشتن که اولین مناظره دو کاندیدای رئیس جمهوری آمریکا 26 سپتامبر و دومین روز 9 اکتبر برگزار شد. 9 اکتبر برگزار شد. 4 اکتبر هم مناظره بین معاونین آنها بود که در آن تیم کین
معاون هیلاری بدون اینکه فرصت گفتگو به مایک پنس معاون ترامپ بدهد، به طور خیلی مسخره‌ای در جواب هر سوال گفتار خود را تکرار کرد و حتی مجری برنامه هم اجازه صحبت به پنس نداد. با وجود اینکه نقش معاون ریاست جمهوری خیلی مهم است و قانونا در صورت مرگ رئیس جمهور جانشینی او می‌شود، ولی نظر معاونی درباره مشکلات اساسی مردم اصلا مطرح نشد. به مناسبت مهم بودن مناظره خود کاندیدا، قسمتی از دو مقاله انتخاب شده پاتریک مارتین 30 سپتامبر، مقاله‌ای در سایت WSWS World Socialist Website نوشته با نام The US Presidential and the War Plans of the Ruling Class، مناظره ریاست جمهوری آمریکا و طرح جنگ طبقه حاکم. خب صد میکنیم تا 15 اکتبر که خودمون نشریه پیوند چاپ میشه، اون موقع هم بهتون نشون میدیم. ممنونم از خانم شایسته الهامی که این مقالات رو برای ما و دوستانشون قبل از اینکه حتی چاپ بشه ارسال میکنه. و اما آقای علی آقای شیرازی، این هم شهری نازنین، نوشته که هیچ کدام از کانال ها باز نمیشن. منظورشون رو صفحه مردم تیویه. مردم تیوی وقتی ما آمدیم، خب اولا میدونید تلویزیون مردم تیوی اولین تلویزیون اینترنتی ایرانیه. حالا هر کی میخواد بگه نیست، تاریخ ها دیگه دروغ نمیگن، اعداد و ارقام دروغ نمیگن. این یک. وقتی ما آمدیم گفتیم خب اینجا که هست ما دیگران رو هم معرفی میکنیم، چون نه بخیلیم نه حسودیم نه ترسی از دیگران داریم. اینایی که اینجا بهش میگن سلف استیم، کسی که به خودش اطمینان داره ترسی نداره، کسی که به خودش اطمینان نداره از همه میترس، همه رو دشمن خودش میدونه. همه ویدیوها تلویزیون برنامه اینا رو گذاشت. متاسفانه داشتن اینها هی اونها عوض میکنن، یه جای ارزونتر میده، پول یه ستلیتی رو میخورن در میرن، شریکشون پولشون رو میخوره، هی ما باید بریم پیداشون کنیم عوض کنیم بذاریم اونجا. یه کار اضافی برای ما درست شد. بعد دیدیم اونای دیگه همه بخیل و حسودن اینها، گفتیم خب ما چرا بخشنده باشیم؟ ولمون کن. میگن که برای کسی بمیر که حداقل برات تب بکنه. ما میبینیم نه، بیننده ها یکی میگه آقا خیلی ممنون، مثلا من میام تمام تلویزیون ها رو اینجا میبینم، مای $5 میدم. نه، اونها این شعور و معرفت رو دارن. گفتیم بابا بریم که ما دو دستی کلاه خودمون رو که همین مردم تیوی هست میگیریم که باد نبره. خب عاشورا و اخبار مخصوص این ایام و فوتبال که دنبال نمی کنم، گفتم خط کشیدم و رفتیم. امروز ما 37-8 دقیقه دیگه وقت داریم بریم سراغ دوستمون با این لهجه شیرین اصفهانی. پیام گذاشته و این پیام رو من برای شما پخش میکنم. و با وجودی که دیشب فکر کردم تا اون قسمتی که شماره تلفن دکتر و اینا رو میده پخش کنم، ولی بعد گفتم درسته که من برای این کاری که شروع کردم لازم ندارم این دکتر رو، ولی ما پخش میکنیم این رو به عنوان پابلیک سرویس اناونسمنت تا کمکی باشه، شاید بیننده‌ای که داره این برنامه رو میبینه احتیاج به یه همچین درمانی داشته باشه. حالا با هم میشنویم و در این باره صحبت میکنیم. اجازه بدید. بفرمایید. درود بر آقای سوربی عزیز. آقای سوربی، شما در تلویزیون فرمودید که یه خانوم رحمش سرطان گرفته و کمکش بیاد براش کمکش بیاز دارد و شما رو میتونید یه دکتر در کانادا دکتر گیاهیه. این خودش تو چند تا برنامه گفته. حالا بذارید من همینجا یه پیشنهادی داشته باشم به دوستان. دوست عزیز، وقتی یه نفر میاد کنار خیابون مینویسه که به من کمک کنید، من میخوام برم آبجو بخورم، شما اگه وایسی به این بگی آبجو خوردن برات خوب نیست و روزه بخوای براش بخونی، بدترین کارو داری برای انجام میدی. شما دو تا انتخاب داری، یا مثل من قشنگ $3 $5 بدیش بگی نوش جون سلامتی، یا نری بل کنی بری. ولی وایستم بهش بگم حالا چرا بخوای آبجو بخوری، من بهت پول میدم ولی به شرط که بری به جای آبجو چایی بخوری، تازه چایی هم نخور، چایی نمیدونم خونتو کثیف می‌کنه، چایی این بیخوده.
این کاریه که ما برای که کمک نکنیم این رو بهانه میکنیم. امیدوارم شما از امروز، چون کسی که رفته این مشکل رو داشته، آمریکایی رفته تحقیق کرده، این کارا رو کرده، حالا نتیجه گرفته که یه روشی هست، پزشکی هست، بیمارستانی هست. اصلا من اگه برگردم برم اونجا بگم اینا رو ول کن شما بیا برو زنگ بزن به یه دکتر ایرانی تو کانادا، حالا من این مرد حسابی دیوانه شده. اصلا ممنونم از شما، ولی یه کمی هم آمریکا زندگی میکنید، کانادا زندگی میکنید، یه کمی هم از اینا یاد بگیرید. آقا ما میدونیم این ایام کریسمس این دنگ 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 میزنه، یه مشتی آشغالی میخرن میدن به بچه ها، یه ساعت خوشحال میشن باقیش هم میزن دو، ولی کمک میکنن مردم. کسی نمیاد به اون مرده بگه آقا تو این سرما و اسادی بعدم میخوای این اسباب بازی های چاینیز رو بخری پر از مواد شیمیایی بدی به بچه های آمریکایی، برو آقا دنبال کاره. کسی این کارو نمیکنه، یا کمک میکنه یا راهشو میگیره میره. بفرمایید. خیلی کسانی که سرطان داشتن اومدن و خوبشون کرد. شما یکیشو دیدی؟ اون دکتره داره میگه، اون دکتره داره میگه. شما اگر تو فامیلتون یه همچین اتفاقی افتاده بود، زنگ زده بودید، حالا خوب شده بود، اون موقع شما بهشم میگن تستمونیال، یعنی میان شهادت میدید که بله یه همچین چیزی بود تو خانواده ما، مثل همین کیسی که شما میگید، و رفت با این دکتر. و الا خیلی ها بودن، بله شما تلویزیون رو روشن کن، خانم فلانی که میاد داروی جوانی میفروشه اصلا قیافش تو تلویزیون نشون نمیدن، از دور نشون میدن، میگه که اینو هر کی زده خوشحاله، هر کی این مواد خریده نمیدونم واقعا. بفهم میتونین اگر زنگ بزنی بهشون بدن به خانومه، خانوم زنگ بزنه 905-884-91-41 شاید خوب بشه، کمک رحمش هم در نیارم. اگر ببخشین دیگه مزاحمت شدم، قربون شما. اصلا مزاحم نیستید، ممنونم از شما. ولی نه عزیزم، من همچین کاری نمی کنم. من برای ایشون نوشتم، یه سیستمی هست توی آمریکا بهش میگن GoFundMe، یعنی شما هم کمک کن به من پول بده. بعد طرف برای مثلا یه نفر میخواد بره دانشگاه پول نداره کمک میگیره، یه نفر خونهشو میخواد از دست بده بعد میان کمک میکنه. مردم بدون اینکه اصلا سوال کنن چرا اینجوریه، قصه چنه، اینا کمک میکنن، ناگفته نماند. خیلی هم این وسط سوء استفاده میکنن، چپ و راست توی برنامه ها میبینیم طرف پول گرفته مثلا برای دوستش که سرطان داره، یا حتی طرف گفته من سرطان دارم سرطان نداشته، یا گفته سرطان دارم بعد که پول جمع کرده معلوم شده سرطان نداره ولی دیگه اون پولا رو پس نداده. اینو طرف میگه قانونا نمیتونیم کارش کنیم. بهتون گفتم اینجا دو تا چیز دارن، یکی میگن مورالی، یکی میگن لیگالی. لیگالی قانونیه، مورالی یعنی واقعا اون انصاف و وجدان و شرف و اینا. میگه آقا این اگه این آدم با شرفی بود وقتی که فهمید سرطان نداره باید این پولو میداد پس به مردم، یا این پولو میداد به یه نفر که سرطان داره ولی باش رفته مثلا ماشین خریده. در اصل بماند. ممنونم دوست عزیز، خیلی خوشحالم من صدای شما رو قبلا شنیده بودم، یه دو بار فکر کنم با من مخالفت کرده بودید، من دعوتتون کرده بودم بیاین ولی نیومدید، ادبی هم نداره. و اما این رفتار در شب عاشورا توسط سید حسین نصرالله رهبر حزب الله لبنان به شدت تقبیح شده. سوالم این است آیا اطرافیان امام حسین زمان خودش و وقتی که زنده بود اینطوری ملاقات میکردن؟ بذارید من بهتون نشون بدم. دیدید که یک عده‌ای هستن حتی مثل سگ واق واق میکنن. ببینید این یکی لیش یا چی میگم به اصطلاح قلاده و نمیدونم انداخته گردن این یکی، حالا نوشته السلام علیک یا امیر المؤمنین، و اینشون نوشته برای ما ممنونم. این همون دوستیه که اون ویدیوهای مال فوتبال اینا رو فرستاد،
همون دوستی که قرار به زودی و چندین تا نوار آدیو فرستاده بودن قبلا، امیدوارم به زودی برنامه خودشون رو داشته باشن و سلیقه خوبی دارن. به نظر میرسه که بخت هم دارن، چون آدم محققی هستن، دور میزنن، تحقیق میکنن و این چیزها رو مینویسن. باز همیشون یه عکس دیگه‌ای برای ما فرستادن که از این عکس ها هر سال ما شاهدیم که توی مراسم این عاشورا و تاسوعا این بازی ها هست. حالا چه کسانی اینها رو قبول دارن چه کسانی قبول ندارن، اون به اصطلاح مسئله من یا مشکل من نیست، شما هستید که اگر این کارا رو قبول دارید یا این کارا رو قبول ندارید. نوشته که این هم یک پدیده دیگر از عزاداری ایرانیان در عاشوراست، خود را در گل غلط داده و بعد سرزنی و سرکوبی میکنند. باور کنید تمام کسانی که این کارها را میکنند افرادی لات و ولگرد و بیشرف هستند که در شعور و احساس درون خیش تصور میکنند با این رفتار گناهانشان بخشوده شده و به بهشت میروند. آن آخوندها که در این صفتها با اینا شریکند، برای گله نمودن این افراد به این کار تشویقشان کرده، برای گله نمودن، و از آنان جهت منافع شخصی و گروهی استفاده میکنند. در زمان شاه شعبان بیمخ و همردیفانش این کارها را میکردند، الان هزاران بیمخ این کارها را انجام میدن. به تصویر دیگر تمام رژیم های مستبد به زورگویان نیاز دارد و رژیمشان بدون زورگویی پای بر جا نمی باشد. توی این قسمت با شما کاملا موافقم، همونجوری که گفتم هیچ فرقی بین این سینه‌زنی ها و مردم رو جمع کردن با اون چهارشنبه، بله ممکنه دوستان بگن خب اون رقص و شادی و آواز بود، این سینه‌زنیه، اینایی که اومدن اینجا they having good time، دارن لذت ببرن. لباساشون نگاه کنید، شلوارای لی سوراخ سوراخی که من و شما اینجا نمیپوشیم اینا اونجا پوشیدن، مدل موهاشون، آرایش موهاشون، عینکاشون رو نگاه کنید، ساعتاشون رو نگاه کنید، خالکوبیاشون رو نگاه کنید. اگه اونایی که میرفتن چهارم آبان لذت میبردن، اینا هم لذت میبرن. چه کسی هست که بگه این لذت خوبه این لذت بده؟ مرگ مشکوک همسر و مادر بزرگ پزشک خوشخط با قضای نظری. من فکر کردم این پزشک خوشخط بوده، ولی مثل اینکه اسم ایشون خوشخطه. مرگ مشکوک همسر، اینها بذارید من بهتون این سفرم نشون بدم تا اگر من یه وقتی اشتباه میخونم یا چیزی شما تصحیح کنید. یعنی اینجوری ما باور داریم که همه دارن اون چیزی رو که ما میبینیم میبینن و میخونن. خانم جیلانی اینجاست؟ نه ببخشید، حتما چون دیروز برنامهشون گوش میدن دیدم حالشون خوب نبود، امیدوارم که حالشون بهتر شده باشه. مرگ مشکوک همسر و مادر بزرگ پزشک خوشخط با قضای نظری. به گزارش اصلاحات نیوز، دکتر جوان نیز بی خبر از همه جا تعداد اعضای خانوادهش را اعلام می کند. بعد از اینکه قضای نظری را دریافت می کند، آنها به خانه برده و خودش نیز اعلام می کند. از بعد از برگشت به خانه از آنها می خورد. پزشک جوان بعد از اتمام کار در درمانگاه هنگام ورود به خانهش مشاهده می کند که مادر بزرگ، نامزد، پدر مادر و برادرش دچار تنگی نفس شدند. به همین دلیل به سرعت آنها را به بیمارستان سینا میبرند. در این ماجرا مادر بزرگ خانواده جان میسپارد و در حال حاضر نیز نامزد پزشک تبریزی در کما به سر میبرد که به گفته پزشکان وضعیت مساعدی ندارد. همچنین پدر و مادر وی نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری هستند و برادرش نیز روز گذشته از بیمارستان مرخص شد، با وجود اینکه هنوز دلیل مرگ و مسمومیت اعضای خانواده این پزشک مشخص نیست، ولی شواهد و قرائن حکایت از
مصرف غذای آلوده دارد. بر اساس اظهارات خانواده این پزشکی قانونی در حال پزشکی قانونی در حال بررسی دلایل فوت یکی از اعضای این خانواده است. گفتگو با دکتر علیرضا صلحی پزشک نویسنده نسخه جنجالی. والا من نفهمیدم پزشک خوشخط چیکار این داره. بعد حالا یه چیزی هم من بهتون بگم، آمریکایی‌ها یه ضربان مثلی دارن، میگن همه میخوان برن بهشت ولی هیچ کس دلش نمیخواد بمیره. این دوستان اگر به خوراک نظری باور دارن که اگه خوراک نظری میخوری، اگر مریضی داری چیزی داری شفا پیدا میکنی، خب باید باور داشته باشن که الانم لابد خدا تشخیص داده شما یه مشکلی داری، اگر این خوراک رو بخوری بمیری، زودتر میبرتت بهش، مدت اقامت در بهش زیادتر میشه. والا من نمیدونم چی بگیم ما بدیم نرده. Dear Editor، این آقای مسعود مدرس برای تمام رادیو تلویزیون ها نوشتن که بدین وسیله، سردبیر محترم، بدین وسیله آخرین اطلاعی خبری بنیاد کودک در خصوص کمک به قربانیان طوفان متیو در هیتی را به زبان انگلیسی فارسی جهت استفاده در رسانه شما ارسال می‌دارد. خواهشمند است در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا هر سوالی با دفتر بنیاد کودک تماس حاصل فرمایید. یه عکسی هم گذاشتن، نوشتن که به طوفان زده های هیتی کمک کنید. این هیتی همون کشوریه که هر مکافاتی میاد بدبختا اینا یه جوری صدمه میبینن. و جالب اینه که این به اصطلاح مذهبیون مسیحی آمریکا میگن اینا چون باورشون ضعیفه، خدا اینها رو به این صورت تنبیه میکنه. اون آقای پترسون بود کی بود اینو میگفت و واقعا باعث شرم و خجالت برای اونایی که پول اون وقت میدن به اون مردی که چنین نمیدونم همشون جت شخصی دارن، هواپیمای شخصی دارن، خونه های آنچنانی، ویلاهای آنچنانی، بچه هاشون فامیلشون آوردن، حقوقای آنچنانی. حالا بذارید من براتون این رو بخونم. و بعضی وقتا دوستان میگن که ما اگه بخوایم کمک کنیم خود ایران اینقدر احتیاج به کمک داره، ولی معمولا اونایی که کمک میکنن براشون مهم نیست که این هیتیه یا السالوادوره یا کجاست، معمولا کمک میکنن. به طوفان زده های هیتی کمک کنیم. پورتلند اورگان، طوفان وحشتناک متیو روز سه‌شنبه 4 اکتبر جزیره کوچک هیتی را با سرعت 233 کیلومتر در ساعت در هم کوبید و از خود ضایعات بسیاری بر جا گذاشته است. گزارشات اولیه حاکی از این است که این طوفان نزدیک به 1000 کشته از خود باقی گذاشته که این عدد با دسترسی به برخی از مناطق دورافتاده که هنوز خبری از تلفاتشان نیست افزایش خواهد یافت. احتمالاً شما در جریان هستید، ولی اینجا نوشته که بنیاد کودک آمریکا، اینجا رو میگم دوست، بنیاد کودک آمریکا از قربانیان این طوفان حساب‌های ویژه‌ای تعبیه نموده. حمایت از قربانیان این طوفان حساب ویژه‌ای تعبیه نموده که آدرس آن بدین قرار میباشد. آدرس شما گفته childrenfoundation.org. اگه خواستید باشون تماس بگیرید. بنیاد کودک در سال 2010 پس از زلزله مرگبار هیتی به کمک آنها شتافت و توانست با همکاری جمعی از هموطنان مهربان یک مدرسه که در اثر زلزله ویران شده بود را بازسازی نماید. براشون موفقیت آرزو میکنیم، امیدواریم که بتونن به همه دنیا کمک کنن، به ایران و ایرانی بیشتر. خب You call digging his grave. ماجرای این آقای ترامپ بعد از اینکه نوارای 10 سال 11 سال پیشش آمد بیرون و دیگه صورت این رو از اون زشتی هم که از زشتن نشون همه داد و گفتم عقب افتاد از خانم هیلری کلینتون، الان نوارای دیگه ای داره میاد که ایشون حتی راجع به دخترش هم که صحبت میکنه، شما ببینید
کدوم انسانی، کدوم آدم با شرفی از دخترش وقتی صحبت به میون میاد مثل این آقای ترامپ صحبت میکنه؟ بعد یه عکسایی هست اصلا از طرز بغل کردن این دختر، از طرز نشوندنش رو پاش تو مسابقه های فوتبال و فلان، اینها نشون میده که این نمیدونم والا چی بگم، مثلا آدم از گفتن چی میگن چندشش میشه. در هر صورت نمیدونم دوستانی که طرفدار ترامپ هستن، خب خانم شایسته الهامی چون از هیلری کلینتون بدش میاد و ماجرایی که هست، یه جورایی وقتی مینویسن خب دیگه انتخابی هم که ما نداریم، یا هیلری کلینتون یا این یا اون دوتای دیگه که شانسی ندارن، اون دوتای دیگه هر کی بره رای بده. که خود من هم یه مدت گفتم به این آقای که جانسون که نشه هست، بعد دیدم بابا این دیگه خیلی شده، یا اون خانمه که دکتره، بعد دیدم اون خانمه دکتره ولی یه باورای مذهبی داره، اصلا من باش موافق نیستم. گفتیم حالا چی خواهر کنیم، همینجور مونده. این ماجرای ترامپ که اومد و بعد دیروز آقای الگور رفت فلوریدا، گفت یادتون باشه اونایی که برای مثلا هی میگید هنوز نمیخوام رای بدم رای ندم، به خاطر شماها سال 2000 این الگور رئیس جمهور نشد و یه شخص دیوانه‌ای به نام جورج دبلیو بوش اون چیز شد. من نمیدونم، ما اینو گذاشتیم رو دونات دیستر ولی زنگ میزنن قشنگ صدا هم میاد. در صورت نمیدونم، اون روزم تو برنامه وقتی زدیم این به اصطلاح باز چیز شد. بمانه امریکن نیوز میدیا do not want to hear real news of America around the world. آها، میگه که این خیلی جالبه عکس دوستان، میدونید که معروفه میگن یک عکس گویاتر از هزار کلمه است، و این دوستمون از صفحه کامپیوترش هم عکس گرفته فرستاده. جالبه، میکنم اینو دکتر عباس فرستاده. بله، میگه که میدیا یا رسانه های آمریکا نمیخوان مشکلات دنیا رو یا مشکلات حقیقی رو به مردم نشون بدن، ولی میخوان مردم رو سرگرم کنن. میدونید که الان اون آقای براد پیت و آنجلینا جولی از هم میخوان جدا بشن و طلاق بگیرن. ببینید همه دوربینا از فاکس، ان بی سی، سی ان ای، این یکی سی بی اس، نه سی بی اس ایه، این یکی دیگه نمیدونم کدومشه، الان نوه دیگه، همشون به اون طرفن. ولی این ور میگه گلوبال کرایسیس، میگه یعنی مشکلات دنیا هیچ کس هیچ توجهی نداره، حتی یه دوربینم به این طرف نیست. این هم از این ماجرای این عکس که واقعا درست. خب، تصویر نایابی که هیچ وقت فکر نمی کردید ببینید. به گزارش این صفحه خبری، به نقل از باشگاه خبرنگاران، در آلبوم تاریخ بشر عکسهایی هست که گاهی شوکه کننده است، گاهی احساسات برانگیز و گاهی باور نکردنی هست. عکسهایی که نمی توانید همینطور بی دقت از کنارشان عبور کنید. بذاریم این دوستمون عکس ها رو اگه بتونم اینجوری نشون بدم، چون این عکس هم یکیش عمودیه، یکیش افقیه، یکیش 6x4ه، یکیش 8x15ه. خب مثلا این نوشتن که جشن عروسی گوبلز وزیر تبلیغات نازی ها و یکی از نزدیکان افراد به هیتلر، خود هیتلر در عکس مشخص است ساقدوش گوبلز بوده است. این جشن عروسیش است، هم فامیلش و اینها، و هم وزیر تبلیغات نازی ها بوده. هیتلر هم این پشت میبینید که اینجا با کلا داره به اصطلاح میره. اینجا میگه که پسری اتریشی که در حین جنگ جهانی دوم کفش های جدید هدیه گرفته است، و میبینید که چقدر خوشحاله. خب، و اما این یکی میگه که بقایای فضانورد روس ولادیمیر کومارو که از فضا به زمین سقوط کرده بود، هیچ، یک جزغاله، جزغاله میگفتیم، نه گوشتهای سخته بیچاره، ولی به خاطر فداکاری اینها هست که الان کره ماه و کره مریخ هم آقای اوباما
میرم میخواد مثل جان اف کندی که گفت باید بریم کره ماه و رفتن، اینم میگه باید بریم کره مریخ. البته کره مریخ الان یک چیزای فرستادن و حتی روزانه هم عکسای از اونجا میگیره و میفرسته. شما حتما عکسای دیدید که بالای ساختمون ها یا آسمون خراش های نیویورک کارگران نشستن دارن نهار میخورن، سیگار میکشن، اینها نوشته اگر عکس کارگران برج امپایر استیت را در حال غذا خوردن دیده باشید، میدانید که این عکاس کسی است که از آنها عکس انداخته است. بالاخره یه نفرم آمده و از خود عکاس عکس گرفته. و اما این یکی میگه که این احتمالاً بعد از 1929-1330 که دیپریشن یا اون به اصطلاح رکود اقتصادی بزرگی تو آمریکا بوده، این خیلی قشنگ یه تابلوی درست کرده گذاشته از صبح تا شب تا از که تو خیابون راه میره خیلی شیک مرتب انگار میخواد بره سر کار. بنده خدا نوشته که سه نوع تجارت بلدم. حالا این تجارت ترید تجارت نمیشه، یعنی سه تا شغل میدونه، چون شما تا گفتی تجارت یعنی میره تو اون خرید فروش و اینها. سه تا شغل بلدم، به سه زبان صحبت میکنم، سه سال در جنگ جهانی جنگیدم، سه فرزند دارم و سه ماه از بیکارم، ولی تنها خواستم فقط داشتن یک کار است. جالبه همه چیش سه سه سه. میبینید اینجوری هم نوشته که I know three trades, I speak three languages, fought for three years, have three children. بله سه سالم جنگیدم و سه تام بچه دارم و work for three months. I did not work. سه ماه هم هست کار نمیکنم، ولی من فقط یک جاب، یک کار احتیاج دارم، دنبال کار میگردم. و اما اینجا میگه که این ماجرای دیوار برلین واقعا ننگ این زمان خودشون بوده که شرقی و غربیش کردن. اینها زوجی در برلین غربی در حال نمایش دادن فرزندانشان به مادر بزرگ و پدر بزرگشان در برلین شرقی هستند. میبینید بچه ها رو بردن بالا به اونها نشون بدن. و اینه دیگه، حالا چند سال هست که این دیوار برداشته شده، دیگه نه شرقی هست و نه غرب، ولی هنوز داریم کره شمالی، کره جنوبی و کشورهای دیگه‌ای که همین مشکلات رو دارن. و اما میگه که رئیس مافیا جو ماسریادر کف رستورانی در بروکلین با تنی پر از گلوله و یک آس پیک که قاتلینش در دستانش قرار دادن. حالا این ماجرای آس پیک رو نمیدونم چیه، مثلا این گروه ها بود، علامت گروهشون بوده، یه ماجرایی بوده، مثلا میگه که ما اینو برای مشروب و برای مواد مخدر اینا نکشتیم، مثلا برای قمار کشتیم، نمیدونم. ای کاش در اون مورد توضیح داده بود. و اما اینجا میگه که دورتی کونتس اولین دختر سیاه‌پوستی که در سال 1957 وارد مدرسه سفید پوستان شد، در حال مورد تمسخر واقع شدن توسط پسران سفید پوست. دوستان این آمریکا نگاه کنید ببینید 55 سال پیش کجا بوده و همین امروز هم تازه چقدر مشکلات داره. خیلی ها تازه باور دارن از موقعی که اوباما اومده مشکلات سیاه‌سفیدا و این تبعیض نژادی اینها بدتر شده. این عکس جالب این پسر کوچولو که می‌بینید، نوشته که هارولد ویتکس برای اولین بار در زندگیش به وسیله سمعک صدا می‌شنود. و چه دنیایی داره که پسری که کر بوده بعداً برای اولین بار این با سمعک، می‌بینید توی گوش چپش هست، صدا شنیده. و اما این عکس هم میگه که نیکولا تسلا نابغه حوزه الکتریک در کنار دستگاه فرستنده ذره خود عین همیشه تنها. جالبه این ماشین تسلا که الان ساختن و اون آقای جوان و اینها، من نمیدونستم که اسمش رو از این نیکولا تسلا برداشته. و میدونید که خیلی
توی بازار و اینها موفقه و خیلی هم این برانور کمک میکنه. اسمش الان یادم نیست ولی صاحب به اصطلاح کارخانه و این شرکت تسلاست. حالا این حقیقتی از خود اون تسلای حقیقی. و اما میگه که اینجا این عکس جالبه، میگه مردی در سال 1936 از دادن سلام نازی ها سر باز زده است. میبینید که همه دستشون رو بر علامت همون هایل هیتلر بردن بالا، این آقا نبرده. حالا نمیدونیم، شاید این دست نداره، یا در صورت اینجا لابد دست داشته که میگن نبرده، ما عکس قبول داریم. و اما میگه مجسمه آزادی در دست احداث ولی در خاک فرانسه. میدونید که مجسمه آزادی رو فرانسویا به آمریکایی‌ها کادو دادن و هدیه دادن. اتفاقا هفته پیش یه نفر میگه آقا چقدر این مجسمه آزادی هم با حجابه، اگه نگاه کنی از سر تا پا پوشیده، حجابش هم مثل حجاب ایرانی هاست که اون بالا هم که میخوان موهاشون چی نباشه با یک وسایل آرایش نمیدونم گل و تل و این چیزا خودشون رو میپوشنه. و اما تصویری نایاب از یکی از میادین جنگ جهانی اول که طرفین درگیر با خمپاره مواضع هم را مورد حمله قرار دادن. عجب، ببینید چجوری بشر خودش نابود میکرده، اینا از این ور اونا هم از این ور، تق و تق، نمیفهمن اصلا کیو دارن میکشن، کجا دارن شوت میکنن و همینجوری خمپاره میندازن. بله، میگه که سرباز نازی که در میدان نبرد دچار سوختگی شدید شده با دیدن هیتلر سعی میکند به او سلام نازی ها را بدهد ولی هیتلر دست او را نگه میدارد. اینم ماجرای هیتلر و سلام نازی و اینها که به کجا رسید این مرد دیوانه. و اما میگه یک زن شوهر هلندی که یکی کاتولیک بود و دیگری پروتستان و نمی توانستن در یک قبرستان دفن شوند، این گونه تا ابد دست در دست هم ماندند. چه جالب، مقبره این یکی این وره، بذارید عکس رو بیارم بالاتر، توی مثلا قبرستان مسیحی ها، اون یکی هم یکی دیگرش کلیمی بوده، کجا بوده، یکی کاتولیک بوده و دیگری پروتستان. واه واه، این دیگه جالبه، هر دوشون مسیحی بودن. کاتولیکا که می‌دونید مسیحیای اصلی و اولی هستن، پروتستان، این کلمه پروتستان کسایی هستن که اصلا اومدن اعتراض کردن، گفتن بابا این چیه، شما میگید نمیدونم این آقایون زن نگیرن، این خانم‌ها شوهر نکنن، وقت این همه که کثافت بازی تو چرچ و اینا هست. من الان فکر کنم اینا از دو دین مختلفن. ببینید خود دین وقتی تفرقه بیفته بین ریشه چه حتی یه دین چه مشکلی داره، از اون بهتر خودمون میدونیم شیعه و سنی چه مشکلاتی الان داره. در کجا؟ البته در عربستان سعودی. راستی آن شطور که این همه گردن بند طلا به گردنش بند کرده، ده ها تن از آدمیان را به سویش کشانده و همه آمادگی ازدواج با این شطور را اعلام داشتند. آدم ها، ده های تن از آدمان، من فکر نمی کنم که آدم ها بخوان با شطور. عکس یه شطوری رو ایشون فرستاده بود، بذارید ببینم حالا اینجا که اینجا می گردن بند و اینا نشون میده که این بره ها یه جوری جالبی هستن، سرشون سیاه هست، خودشون سفیدن. بذارید اینا رو نشون بدم، اون ویدیو رو من عکس رو من دیدم مال شطورا، ولی این ویدیو رو نگاه نکردم چون هم نبودم در سفر بودم و هم اینکه خیلی ایمیل و این چیزا بود. بله بذارید این رو براتون روشن کنم. ببینید گردن بند طلا گردن این بزه، نه شکل بزه نه شکل بررس، نه خلصنا من الناقة
کلاهی یه آپشن چیز درسته. این دوستمون چون عربی میفهمه حتی بعض وقتا این فیلم ها رو اونا که صحبت میکنن برای شما بیشتر قابل فهم و درک هست. ما اینجا همین نوشته های شما فقط میتونیم بهش به اصطلاح استناد کنیم. شما هم نوشتید که برای این یکی که مال برها هست راجع به شطرها نوشتید، بذارید من اون فیلم شطر رو یا عکس شطر رو پیدا کنم. این فیلم توسط آشنایی که در مراسم بوده برداشته شده ولی حتما در یوتیوب هست. زن پدر یک دختر 6 ساله در عربستان در نیمه اولین روز تحصیلی به مدرسه رفته و دختر شوهرش را از مدرسه با خود میبرد در زمین خالی پشت خانهشان، یعنی در حیات خلوتشان، در حیات خلوتشان دختر را با چاقو سر میبرد. شاهد عیان به پلیس اطلاع داده یا شاهدان به پلیس اطلاع داده، زن بازداشت و در دادگاه محاکمه و در عرض یک هفته به اعدام محکوم و حکم سر بریدن زن اجرا می شود. در فیلم جلاد با دو ضربه شمشیر سر زن را از تن جدا می کند. دو هفته پیش یک آموزگار 30 ساله عربستان در خانه خیش پدر 60 ساله و خواهر 22 سالش را با ضربه های چاقو به قتل رسانید. مادر توانسته فرار کند و در خانه را قفل می کند که پلیس حاضر شده و این فرزند قاتل را دستگیر می کند. این نمونه قتل های هفتگی است. چه من اینجاست. این دین اسلام که ادعا می شود اجتماعی درست می سازد که همه مردم در عدالت و آسودگی و امن و امان به سر می برند، اگر در سرزمین پیدایشش که همین عربستان سعودی است رژیم همیشه اسلامی بله، اگر در اینجا نتوانسته با آن همه وعظ و ارشاد و ادعا این رژیم را برپا کند، در کجای دنیا و در چه وقتی این ادعای 14 قرن را عملی کرده و با خود خواهد آورد؟ نمیدونم، سوال خوبیه. و اما کمیته تحقیق مجلس عراق در گزارشی اعلام کرده است در کمتر از 10 سال 417 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی عراق توسط مسئولان حکومتی دزدیده شده و به خارج از کشور منتقل شده. خب چی میخوای دیگه، مملکت بی در و پیکر. اینم از این. و اما یک نوشته اینجاست، اینو میخونم و با خوندن اینو نشون دادن این به شما میریم سراغ آقای یزدان خدابندلو در کجا؟ در کلن آلمان. و بعد ازشون میپرسیم که ببینیم ساعت اونها جلو رفته یا نه. نوشتن که سال 1346 در چهارراه سید علی سر چشمه تهران یک عمله کنار یک میوه فروشی دراز کشیده و استراحت میکرد. یک خانم با دامن کوتاه دلا میشود تا میوه سوا کند. عمله چیزهایی میبیند و طاقت نمیآورد و خلاصه مشغول میشود. خلاصه مردم به زور او را جدا میکنند. این اتفاق به سرعت در تهران و ایران و دنیا خبرش پخش میشود. توفیق هم مثل مجله تایم که هر سال مرد سال را انتخاب میکردند، عکس این عمله را در نوروز 1347 دوستان 10 سال قبل از انقلاب 1347 به عنوان مرد سال چاپ کرد. در چهارراه سید علی رفتم دوش، دیدم 2000 دختر مینی پوش با حسرت و افسوس به هم میگفتن کو آن عمله، کجاست آن میوه فروش. شعر خیام هم برداشتن اینجوری نوشتن و نوشته مرد سال نوروز 1347 شماره مخصوص عید و 47مین سال انتشار 32 صفحه 20 ریال توفیق نوروز. اگر نگاه کنید به دقت پشت سر این عمله مرد سال که عکس انداختن این خانم با مینی جوپ و اینهاست که دیگه لابد ماجراشو شنیده بودی. خب میبینم که آقای یزدان خدابندلو هم روی فیسبوک هستن. امیدوارم در حین برنامه خودتون اون فیسبوک و اینها رو ببندید که به اصطلاح مشکلی پیدا نکنیم با اینترنت. ضمناً امیدوارم که شما این هفته هم از گوشی استفاده کنید، اگر نه که دیگه حالا با صدای کمی
درستش میکنیم تا ببینیم چه میشود. دوستان عزیز، برای اینکه ما بتونیم این برنامه ها رو به صورت مستقل جدا جدا هم پخش کنیم هم جدا جدا ضبط کنیم که بعداً جدا جدا هم روی یوتیوب پست کنیم و نصب کنیم، والا خیلی کار ما میکنیم، ولی دوستان قدرشناس نیستن که حمایت کنن. منظورم اینایی که برنامه میذارن نیست، منظورم از اونایی هست که فقط نگاه میکنن و سرسری میگذارن. در هر صورت اینا مجبوریم که این برنامه رو قطع کنیم. یه دقیقه طول میکشه تا با آقای یزدان خداوند لو با شما باشیم. پس با ما باشید، چه اینجا که هستید چه روی فیسبوک. یک دقیقه دیگه با آقای خداوند لو از آلمان خواهیم بود. مرسی.